در پی اظهارات روز 29 بهمن 1387 محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در تلویزیون رسمی آن کشور که گزارش‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون گم شدن 1 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور را ناشی از کم دقتی آن دیوان اعلام کرد، آن نهاد یک روز بعد در 30 بهمن در نامه‌ای به صدا و سیما ضمن دفاع از گزارش خود خواستار حضور در یک برنامه تلویزیونی مشابه جهت توضیح واقعیات موجود گردید. به گزارش سامانه خبری شهاب نیوز، احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود دولت نهم را دولتی پاک نامیده و در مورد سرنوشت 1 میلیارد دلار مفقوده گفته بود در دیوان محاسبات یک کمدقتی اتفاق افتاد و این یک اختلاف حسابداری است. وی بلافاصله خاطر نشان کرده بود نباید کاری کنیم که سازمان‌های استکباری با همین حرف‌های غیر مستند در مورد ما قضاوت کنند، چون در این سیستم محکم حتی 1 دلار هم نمیتواند جابجا شود. سامانه خبری تحلیلی رجا نیوز که حامی احمدی نژاد میباشد، سخنان وی را خنثی‌سازی پروژه قانون شکن و ناپاک نمایاندن دولت اعلام کرد. بر اساس همان گزارش، دیوان محاسبات یک روز پس از اظهارات تلویزیونی احمدی نژاد طی نامه‌ای که جهت درخواست برنامه تلویزیونی به رسانه ملی ارائه داد، ضمن تعهد توزیع جزئیات مفقود شدن 1 میلیارد دلار خاطر نشان کرد همزمان بیش از 4000 مورد انحراف دولت نهم از احکام قانون بودجه را نیز برای افکار عمومی شرح می‌دهیم. این نامه که به مدیر شبکه 1 سیما ارسال شده، همچنین خاطر نشان ساخته است که سخنان احمدی نژاد باعث ایجاد شبهه در نحوه انجام وظایف قانونی دیوان و کارکنان این نهاد که جایگاه قانون اساسی دارد شده است. نهاد مربوطه سپس ضمن ارائه درخواست برای برخورداری از یک برنامه تلویزیونی اظهار امیدواری کرد این برنامه تلویزیونی بتواند با طرح دیدگاه‌های کارشناسی و ارائه اطلاعات و اسناد شفاف سرنوشت 1 میلیارد و 58 میلیون دلار و بیش از 4000 مورد انحراف در حوزه اعتبارات، دریافت‌ها، تبصره‌ها از احکام قانون بودجه 85 برای افکار عمومی روشن سازد. طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات موظف است هر سال گزارشی از عملکرد بودجه سالانه که شامل دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه و نحوه هزینه آن میباشد تهیه نموده و به آگاهی مردم برساند. گزارش دیوان محاسبات که 16 بهمن به مجلس ارائه شد، در گزارش تفریق بودجه سال 1385 اعلام کرد که مبلغی که در آن سال باید از بابت مازاد درآمد نفت وارد حساب ذخیره ارزی شود، 1 میلیارد دلار کسری دارد. بر اساس همین گزارش، یک روز پس از مردود شمردن گزارش‌های فوق توسط احمدی نژاد و همزمان با واکنش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گزارش دیوان محاسبات را مورد تایید قرار داد و تاکید کرد مجلس بر اساس گزارش دیوان محاسبات است که می‌تواند قضاوت کند. وی 2 روز قبل و در صحن علنی مجلس نیز خاطر نشان کرده بود به غیر از گزارش دیوان محاسبات از تفریق بودجه سال 85، گزارش‌های تفریق بودجه سال جاری هم نشان دهنده انحراف در اجرای بودجه میباشد. لاریجانی همچنین به موارد مشابهی از تخلف در بودجه 86 نیز اشاره کرد. به گزارش شهاب نیوز، همزمان با انتقادات به عملکرد دولت و اظهارات رئیس آن، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز ضمن بیان اینکه رئیس جمهور باید به جای برچسب زدن به افراد نقدها را پاسخ دهد، به کار بردن کلمات نامناسبی چون بی‌سواد، غرض‌ورز و یا غیر منصف برای منتقدان را روش صحیحی ندانست. وی در این زمینه خطاب به صحن مجلس گفت اگر روال این طور باشد، باید در مجلس را تخته کرد و مجلس را تعطیل نمود. رئیس دیوان محاسبات کشور در هر دوره مجلس با پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و با آراء نمایندگان انتخاب می شود.